Aman Zerim. Vereyim. Hareket. در سال 1296 شمسی پادشاه انگلیس به جنرال دان سرویل دستور میده برای کمک به نیروهای انگلیسی که در حال تصاحب چاهای نفت باکو بودن یه راه از شمال ایران وا کنه. دان سرویل از افسر اطلاعاتی لشکرش میخواد که یکی از نزدیکان میرزا کوچک خانو به اسارت بگیره تا با اطلاعات کاملی به سمت جنگل‌های شمال ایران که در اختیار میرزا کوچک خان بود حرکت کنه و اون فرد نزدیک به کوچک خان پدر من محمد جواد بنکدار بود که جنگلیا به اسم سالار خان میشناختنش. رجب قولی کجا داری میبری ما رو؟ ها؟ میگم کجا میبری ما رو؟ بگیریدش! سالار خان اینجا! بگیریدش! بگیریدش! سالار خان اینجا! همینه؟ آه همینه! Don't shoot the tall one! I want him alive! Don't shoot him! سالار خان تسلیم شو محاصره ای
تیرت تمام شد. No knife. شان راستت زدم. زنده میمونی. Don't shoot! Just said I want this bastard alive! Jack! در خاطرات جان استرا اومده بدترین لحظه زندگیش کنده شدن درجهش توسط دانستر ویل بود و اینکه با طعنه بهش میگه سالار در تهرانه، اگه عرضه نداری اعتراف کن خودم برم دستگیرش کنم. خیلی واضحه تصویر شیطنت‌های خودمو موقع معاینه پدرم یادمه. پدری خسته و بدبین شده به همه، حتی میرزا کوچک خان. نفس بکش. نفس عمیق. درد نداری؟ دیگه میتونی سوار اسب هم بشی. سلام ببخشیدش آزم پرت شد. از الان حواس پرتی؟ مریم رو ببریش. ما چه دوایی باید به شما بدیم که از این قنبرکی که زدی بیای بیرون؟ حالا ما هیچ و اهل و عیال این بچه ها رو هم کن.
خلق همه رو تنگ کردی که یه راپورچی انگلیسی تو رو لو داده. انگلیسی جماعت کارشو بلده، تو باید هم گرفتار میشدی. برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدات کردن نبردن تحویل انگلیسا بدی. نقل خودم نیست، نقل وطن فروشیه. وطن فروشی که دیگه این مملکت نوبر نیست. عمو جان 100 سال عقب افتادیم و تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از بجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم. آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن. تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره. دیگه به این ملک امیدی نیست. سید اجنبی پرستی سطح ها رو خراب کرده. قرازم اینه، تخت پارهی باشین برای عیال و این بچه ها در مقابل این سید جهنمی. سر زیر برف کنم اینه کپک مثل شما؟ دارم کلنجار میرم با خودم برای کپک شدنم جان. بنده از وطن ناامیدم، به تنه این مردم میرسم فعلا. قرازم این بود. حال خانداداش هیچ خوب نیست. احوال شما هم مزیده بر علت شد. اقلا جلوی ایشون سرحال نشون بدید خودتون رو. منم از زیاد جسارتم بنده عرضی داشتم با شما خاتون نباشد بهتره. حالا که خاتون هست باشه برای خاتون پیغام دادم توسط این آقازاده میرزا فضل‌الله خان به این ثقت الاسلام تذکر بدم که مستشکل مباحث بنده نشدم. کودکان نظم نظام مکتب رو با این نقل ثقت الاسلام رو سرشون گذاشتن. ثقت الاسلام مطلع نشدم. بفهم خیلی با تو فعالیت نبونید. آقا جون یه جرعه دیگه. آقا جون نمیتونم، نمیخورم، دوست ندارم. داداش شما اگه به دواهای حکیم گیاهی اعتقاد نداری اقلا از شربتهای طب جدید میل کن. شما زلفرون هستید، درسته طب کندید، خاصیت گیاه را میدونید. میل ندارم، نمیدونم بعد از من یتیم خونه چی میشه. آقا جون شما سایتون رو سر ماست، قبلا سپردیم به من، عرض کردم ادارش میکنم، ادارش میکنم. از فضل الله اعظم هم بگذرم، از اون بچه ها نمیگذرم. شیرینی خوردیم اما بابا دبه کرد، اما هم که ساکت نشسته. من و اعظم موندیم این وسط، هیچ چاره‌ای هم برامون نمونده. عموند بابام، اما بابات از ما حرف شنوی نداره. همون که گفتم تهدیدش کن، اما خوب حرمت پدریشا حفظ کن. یعنی بهش بگم خودکشی میکنه؟ نه، چجوری بگم، بگو میرم جنگل پلو میرزا کوچیک خان. بابام از جنگل یا بدش میاد؟ خب سنگ موف گنجشکم موف، بزد شایدم گره. شاید نداره، بابام اینقدر از جنگلی‌ها بدش میاد که اگه پاش بیفته حتی حاضر میشه با حلیمه خاتون ازدواج کنه. خب موضوع حله. یا علی سلام علیکم. انشالله بهتر شدین آقا جان، خدمت میرسم. به امان خدا. بابا جون یادت باشه اینجا ایران تو، اونا به زور اومدن اینجا. چشم آقا جون، چشم. عمو جان حکیم با اجازت. به امان خدا. فلم کن، فلم کن. پسرمو، پسرمو عرضی داشتم. پسرمو داری اشتباه میکنی، اعظم اخلاق نداره ها. من عرض میکردم اینا یتیمای مشروطه یه مشروع هم نداره بچه هاشون به دست انگلو پیلا بزرگ بشن، اگر نه رای پدرشون به سفارت انگلیس خط میکنن. یه دهی هست قهدی نرفته، گندم و جو از چت خدا خریدیم،
طالقون شما استراحت کنین، فردا وقت بسیاره. خب اون زن انگلیسیتون هم که راضی بود، اصلا مگه خودش شیرینی خورون را ننداخت؟ اون میخواست تو سرخر دائمی سرگرم این بچه بشی تا مدتی اینجا بود، حالا هم رفته و تمام. ولی من ازم واقعا هم دیگر زهر ما رو ازم گفتم اسمونو پیش من نیار. پس هم میرم جنگل کنار میرزا کوچک. اولاخ جنرال داسترویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکوب میجنگه بسازه. بریتانیا یعنی نصف کره زمین. کارون جنگلی هم تمومه با اون چهار تا تفنگ چیه بدبختش، اینو بفهم. تامبارو از یک جنتلمن واقعی گزارشگر این جنگ تاریخ ساز باش. جریده رعد و تایمز هم منتظر قلم تو هست. پسره کودن، میرم پیش کوچک خان. پدر افسردم نمیخواست باور کنه که انگلیسیا تا بیخ گوش میرزا نفوذی داشتن. گاهی میزد پشت دستش و میگفت چه خوب شد غیر از میرزا کسی اسم و محل زندگیمو نمیدونست، و سکوت میکرد و سکوت. منو میاری که دل بسازین، حیره حیرانه ناز میکن جانه، بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه بیا بشیم خانه، حیره حیرانه. ای بابا چی بابا این از این دست میدیم شده میتو بسرد اینجور اینجور میکنی. سلام باید چی بکنیم بریم باید بکنیم بریم بکنیم سلام خواهد اینجا هم سوی دست میزنیم. سلام آقا، خوش اومدید. سلام آقا. برای دوان شنمون یه فکری کنی. بابا جون برش من بگیم ماما کسی شده بیا ببخشید بابا بیا. بابا ست کازه اومده. سلام سنگه. سلام. زیارت قبول بارا چی شد؟ نشد مرزا، انگلیسی همون صدرش کرد. فضلالله یالا نمیگی همونجا سر میکشیم یه تو بخش نسبان دائم به هم بزرگیم. حالا وقت گیره بردی بی اینو ببر هنها ببر. باشه. سلام آقا سید، زیارت قبول. سلام خاتون. چیه خدا بد نده؟ نذاشتن بارا بیاری. کاروان با قاتل و شاتور بازور گرفت. سه به یک حوالمون دادن بانک شاهی. سلام.
خسته نباش. عرضی داشتم جلو کیگر قلبه دو تا سیخم بدون چشم آقا. پدرم یه راپورچی زرنگ داشت که مثل شبه همه جا بود، حتی از توی سفارتخونه هام خبرایی به دستش میرسید. حلیمه خاتون همیشه میگفت راپورچی بابات با اجنه رابطه داره. سلام. قصه نخور. چایی تو نخوردی؟ میدونستم خبر میشه قبل من که صاحب بارم. کجا؟ داشتیم اختلاط میکردیم، چرا ترش کردی؟ سلام میرزا. اینه یه گاب زور داره، رمزون گابیه دیگه، میشنسیش که خداییش کافره ولی تشخص داره، شطور و بابارش میخره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگنک ازت میگرفته. الانم به زور دگنک گرفتم، اون بارا غذای بچه یتیم. نگوی که دلم نازکه، گریم میگیره. پسر جون به یکی بگو ندونه که زیر اون به اصطلاح یتیم خونه نصف نون مردم تهران انبار شده. آرد میفروشی؟ میفروشم، میخرم، خب کارم همینه. این حواله بانک شاهی، هر سه خروار یه خروار بده من. شوخی میکنی؟ با این حواله یه من بارم بهت نمیدن، الان 40 برابر شده. اگه واقعا مسلمون شدی، من روزی 150 تا یتیم و نوکر و کلفت رو باید نون بدم. سه به یک بردارین حواله رسم. یعنی با این حواله بهت یه دونه ارزانم نمیدن؟ بدش به من. چی شد؟ ستگازه بریم تیم چه خودم برمیگردی چه تو نه؟ پچه نه همه تو مثل این مرغا اتخ رفت نشه. برای فردا بگو مرغ بپزن، هر مرغی که تخمه میکنه. حالت خوب اخاتون؟ یه ماه بچه ها غذای گوشتی نخوردن، ارزن نداریم بدیم به مرغ از تخم رفته. تیمچه آقا جونم حاج ابوالفضل بنکدار هر روز قطار قطار کاروان می اومد و می رفت. اما روزگار کاری کرد، پدرم که با عموم سالها بود حرف نمی زد غرورش را شکست. به خاطر بچه ها اومدم، قول دادم بابا جون نذارم وقتی دلشون تکون بخورد. الان کاروان خورد و خوراکشون تو حرفه. شما قول دادی نه من خان داداشا، کاروان شما الان خوراک ارتش انگلیس بود، شطراتونم کباب کردن رد. من این پادشاه انگلستانم بودم کاری از دستم بر نمی آمد. میشه پس گرفت، قرده نشده. خبر دارم هنوزم مرز هندوستان تو گمرک منتظرن اگه صندوق قرضه رو پس بدن. جناب سیدی عصبانی میشه، باز کار روزنامه یه ساعت عقب افتاد. فقط به خاطر بچه ها این پنبه ها بودن. افکه مدرس بهشون گفته حق ندارین کتک بخوریم بیاین شکایت، باید بزنین تا برن شکایت، وگرنه میدادم اون کاظمو بزننش تا همه انباراشون رو لو بدن. سفارت میترسه آخونده تحریک بشن، را بیفتن ملتم دنبالشون. الان نجف و خوم و تهران ساکتن و گرسنه، وگرنه دم مرز هند بارشو میگرفتن، به جای حوال کتکی هم بهشون میزدن. کتکشون هم میزدن. خیمه که با میشه تماسا داره، آفرین و صدواری کلا داره. یا علی خیلی خوب، خیلی پهلمون قوی شدی، ماشالله، هزار ماشالله. مبارک، تو اینجا چیکار میکنی؟ بیل بزنی؟ الان برای شما هم زرد میگیرم ببینم چی کار میکنی. منم یه پهلوون، پا میذارم توی میدون، دیو و هلاکش میکنم، از قصه پاکش میکنم.
جناب میرزا محمد جواد من از دست این آقازادتون خلاص بفرمایید. میگم جناب ثقت الاسلام اصفهانی داماد ماست. من درباره ایشون غیبتی ندارم بگم، صفتی درباره ایشون نقل است. ایشان شهره هستن که آخوند اهل پلیتیک و مخالف این دول مترقی و متمدنه هستن. چه غیبتی؟ عجب گرفتار شدیم. مجتهد فرمودند هم دروغ هم غیبت. با ترقی و تمدن مخالف نیستن، با اجنبی مخالفن. بچه جان من گفتم پلیتیک کجا، آخوند و دین و نعلین و عبا کجا؟ علیکم السلام. خیلی شب بازی نوست نداری؟ بیچاره شدی یتیم شدی. استرا تو خاطراتش نوشته ساعت 10 صبح به تهران پایتخت ایران رسیدم، شهری با جمعیت حدود 500,000 نفر در دامنه کوه البرز. نظره بچه هاشون به دست انگلو پیلا بزرگ بشن، اگر رای پدرشون رو به سفارت انگلیس خط میکنن، اگر رای پدرشون رو به سفارت انگلیس خط میکنن. عرض کردم ادارهش میکنم، از فضل الله اعظم هم بگذرم از اون بچه ها نمیزن. درخواست کردم یه آدم مورد اعتماد که مردم کوچه و بازار تهران رو بشنزه. گفتن تو هستی. فدوی واسه جان نساری پا پیش گذاشتم قربان. مثل ایرانی ها تعرفی نیستم. اگر موفق نشی خیلی محرمان است. به جز شخص سفیر احدی از آن خبر ندارد و نباید خبردار شود. تأکید میکنم احدی. قربان شما خیلی دارید سخت میگیرید. توی سال گذشته خیلی اتفاقات افتاده. رژیم تزار روسیه سقوط کرده، امپراتوری عثمانی در حال از هم پاشیدنه، آلمان در حال شکسته. چش به هم بذارید درجتون رو پس میگیرین. مردک تو کی هستی که به من دلداری میدی؟ فقط کمک کن پیداش کنم. قربان من تاجرم، ارتشی نیستم، اما به خاطر شما حاضرم این سگ بو بکشم تا پیداش کنه. ارتشی نیستم، تاجرم، رپورترم. برای خر کردن مردم خودتون به درد میخوره. وگر اینه، هر کسی با هر شغلی وقتی با سفارت پادشاهی ما همکاری میکنه ارتشیه. نشنفتیش؟ قربان شما کسی رو با این شمایل توی تهران پیدا نمی کنید. اینا تو جنگلن، حتی اونجا هم نمیتونید به راحتی پیداشون کنید. یا این پیدا میشه یا تو گم میشی از این دنیا. سه
سایتون کم نشه، جبران کنم به شادی. همه سرت سلامت همه جان، بفرما. من با بچه ها میرم. دری از این خونه رو کی تخته میکنن؟ نمیدونم کی تو مراسم برگشته گفته که با رفتن حاج ابوالفضل و اومدن قحطی یتیم خونه بسته میشه. آمیزه فضلا به دومش میان که زبون درازی میکنه. هنگام تشییع عرض کردم. میزه محمود تو خان نقلسشون اوت کرده از خبر مرگ پدر. افتادن تو بسته. به بنده هم فرمودن با این اوضاع وبا و فرار اشرف شهر نمیشه ختم آبرومندی گرفت. مخالفه. دخالت در امور پلیتیک و وارد کردن دین مردم به مجادلات امور دنیوی از گناهان کبیره است و نتیجهش هم همین قحطی و امراض است. من با این سید سیاسی دهان به دهان نمیشم. مرهم از سیاسی به شادی جبران کنم باشه. من عازم سفر هستم. یا الله تصمیم چی شد؟ مجلسی نداریم ازتا. دوامتون آبش با شما توی جوب نمیره انگار. اگه کسی یه جو عقل داشته باشد میفهمد که قنات ایشون و شما یه مقنی داشته است. آبش هم جاری است تو سفارت فخیمه یه انگلیس. بس و لوتیا و الواتا میپری برای سن شما یکم دیر نیست؟ ملت فعله های ترکمنچای و گلستان و الوات میدونن، نداشت مشتی های مسجد بازار رو. خوش بیامی حلیمه برونه اینا شیرین خورده یا نوم زدم پسرات را میره سفر. حالا وقتی این حرف تو اینو عاشقم نجیبم بر تا جیک جیک کن. سلام اینشالله به محض اینکه رسیدم اونجا به تلگراف میزنم. خطرناکه مرس، نرو، مجبور که نیستی. چاره ای ندارم، باید هر جور شده ثابت کنم که میتونم رو پای خودم بایستم. همه خبرام هم تو تایمز و روزنامه ایران چاپ میشه، مرتبم به تلگراف میزنم. دنم شور میزن. نگران نباش، فعلا که با مرگ آقا جون نمیشه حرفی از عروسی زد. بابام هم که مثل همیشه مخالفه، ولی من سعی میکنم تا یه ما دیگه برگردم. بازم به اون نامادری انگلیسیت که بانی نامزدی شد. انشالله آخر کار ما میشه یه عروسی مجلل تو همین باغ. انشالله مدلنتون بشتم. بله حلیم خانم اومدیم. این بچه ها شما گرفت داری به پشت با تو فاین قطعی رو سبتشون بشون گرفت. این نامه وصیت نامه، اینم کلید نامه به کت خدای ده بالا کوه. یه ده هست قهوی نرفته گلده وجوه هست کت خدا خریدیم. یه وجوهی هست برای این روزا، آقا جون دونی یه دونه صندوقچه به وصیت گذاشته. نصف تهران رو گشتم، هرچه چشم میندازم نمیبینمش. نشناختم تو، عجب کلکی هستی. ترس من اینه که متوجه حضوره من بشه و فرار کنه، وگرنه تمام شهر رو محاصره میکردم. خونه به خونه میگشتم تا پیداش کنم. اینجا نمیدونن که این نونوایی منه که داره نونوایشون میده. بریم. نه یا نمیاد. سکوزی برو. نمیشه بریزیم دعواز از من دو باری کنارم اونجو. چطوری جد به کمر زده؟ میگم ما بریم حجره من. بله
انقدر خالیه که دیگه اسمش انبار نیست. امشب پر میشه نشانمو تو را هم ستگازم شب میره میاردشون اونجا. توی همه دیگه ها بریست نمیخواد که چشی؟ نمیخواد که چشی قشه این چی؟ میخواد که چشی کنم؟ آره سبزنی بزن. آها میشه؟ آخه نداره سر و صورت بزن بزن کرده میخواد. دیدم یکی فرار کرد. ای وای خدا لعنتت کنه گروهبان، فتلی رو چه زدی؟ مسیر کاروان رو این به هم راپورت داد. مرزا کمکم کن. باشه کمکت میکنم، کمکش کن گروهبان. بریم ببینیم کسی کمک نمیخواد. خوش میاد عمو جان، یه سر بریم انبار اگه درد داشت بهش حب بده. دیدی عمو، خواستم سرم تو لاک خودم باشه نمیذارن. میگم با گرگ دنبه بخور، با چوپون گریه کن، چشت رو کرور کرور مردمی که دارن جلوت از گرسنگی میمیرن ببند یا باهات میجنگ. دیگه چاره جز جنگ نیست. به جنگی؟ با کی؟ بیا بخون ببین تو این اوضاع چطور از خدمات دولت انگلیس به مردم ایران نوشته. اینا ها منبر الفکرای این ملک هم. با اینا چطور میخوای به جنگی؟ عمو جان انگلیسی هیولای هزار دسته که از هر آستینش هر چقدر بخواد آخوند و ریپورتر و رژیسور جنگری و صاحب منصب بیرون بیا. بردار زن و بچه تو برو همون قصبه بالای کوه، رها کنین وبا و قحطی و انگلیس رو. اگر این یه چشم انگلیسی دستش به تابوتشو دارم میسازم. خپان کردم آردارو کم فرستادی، همه فهمیدم. من آردارو کم فرستادم برون پدرم. سلام علیکم. ما خرج ارتش رو میدیم و درصدی رو مصادره تامین میکنیم. خیلی آرام تو هم به ارتش و سفارت کلک زدی، سهمت شد 1%. اما قربان من 5%. گوش کن، تا آمدن جنرال دانستویل باید اون مردک رو پیدا کنم. شما خیلی زخم میگیرید قربان. خبر مرگ بچه هات رو از لندن بغیر تلگراف میکنند اگه پیداش نکنم. در لندن هستن درسته؟ بلور من در لندنم. ساعت 7 صبح 11 دی ماه 1296 شمسی جنرال دانسترویل وارد خاک ایران شد. در این زمان انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه اتفاق افتاده بود
و قرارداد محرمانه ای که روسیه با انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن افشا شد و باعث جو ضد انگلیسی شدیدی در میان ایرانیان شده بود. ژنرال باراتوف و سرهنگ پیتراخوف همه ی لشکر خودشونو تحت اختیار انگلیس قرار دادن. انگلیسی ها با این کار یک لشکر با لباس روسی برای جنایت های خودشون در اختیار داشتن. Sir, General Baratov and Colonel Pichulikov have provided the road security. As you have been informed, the rest of the Russian army has now been paid for. They are completely at our disposal. Lord Jacob Rothschild and I, representatives of His Majesty King George V, thank you for your cooperation. My soldier and I will be by your side until date. Precisely what His Majesty would expect from his soldiers. Очень спасибо. Очень хорошо. Sir, the leader of the Cossacks in Tehran, Strasleski, has pulled back from Russia and sent a message of loyalty. As expected. Due to Lord Rothschild's foresight. Wait, wait. My name is Hesam, reported for Iranian newspaper. My name is Major Smith, war reporter. We'll be traveling in a car together. But Bichakov is the commander of the Kazakh and soldier of the Tsar. What are they doing here? They're trying to get him back on the throne. When can I interview them? Inke jedi gerefte shodi. Bekhotere destore sarmalinge. Pas ziyad harf nazan. Baroso vorso. We're moving on! حسام مرتب واسه اعظم تلگراف میفرستاد و اظهار محبت میکرد. سفارت همه تلگراف ها رو شنود میکرد، از جمله تلگراف های حسام، و رو نوشته هاشو به عموم میرزا محمود میداد. آژانس رویتر اخبار وحشتناکی از قحطی و مرگ و میر در سراسر ایران به مطبوعات بریتانیا گزارش میکنه. میخونم تنم میلرزه. ما یک دهمشون میزیم. ایران هشتا هزار یهودی و 20 میلیون مسلمون داره. برای برابری و برادری بهتر اونا هم بشن هشتا هزار. این که دیگه تب نداره، لرز نداره. پدر سخته بدتیمند. الان یهودی و ارمنی و زرتشتی هم دارن طرف میشن. اون یهودی که نتونه تو این اوضاع کارش سکی کنه، همون بهتر که بمیره. بیا اینم حواله تحویل سهم جناب عالی. بفرمایید این مصیب کجاست؟ زور شد، مگه نگفتم برو پایین ببین مصیب بارمون رو بسته برسونیم میتعمون دقون تو به یتیم خونه. رسولا خیلی مسترب میره. تو چی کار به مسترب رفتن اون داری؟ آخر شب دیدم اون مصیب و زنش میره میرفتم با 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 پولی کردن خاتون. فضلالله نره بودو بریم با حتما برده اونجا. شما امن نیست خاتون، مرغه مریم باش. دستو نده
نه خاتون، دیشب که می اومدم کوچه پر بود از یاغی و گرسنه. مسیب، مسیب داری چی کار میکنی؟ جلو نیا خاتون، زبیده خاتونم مرد. یا بلفز چرا؟ رفته بود به دیدن خواهر مریضش، وقتی برگشت گفت خواهرم از بابام مرد. این بچه هم بچه های خواهرشونه با خودشون آورد. دیشب حالش خیلی بد بود، منم حالم بد شد. اومدیم اینجا که نبادا شما بچه ها واگیر کنین. بلنشین برامتون پیش حکیم واگیر میگم. فضلا بل کن ننه، بیا بریم بابا تو هم بودو بیاری. بل کن میگم، واگیر داره فضلا. دیروز با هم دوغ خوردیم، از استکان هم دیگه هم چای خوردیم. اگه بابا بود الان دیگه گرفتن. فضل الله بایستا منم بیام تو که نمیتونی. فضل الله برو مریض خونه، نمیدنیم بیردیم خونه، صدا بزنم بود بیا چلید. فضل الله نمیدنیم بیردیم خونه، حتی هم آگیر میکنن. فضل الله فضل الله نه تو بیرون روی داشتی؟ آره، نه به مریم دست دادم، نه به عزم، مسترم شستم. مصادرات های صدر اعظم و سفارت انگلستان چی بوده؟ پدر سوخته، اومدی وسط گوه استفراغ مردم چیز اومده. یه روز اهنامه ترکمانچ های امضا میکنید که کفار ارمنی و ازبک و کردی به درده میخورن. یه روز اهنامه گلستان امضا میکنید، تمام چور به چه درده ما میخورید. همه دفتی تمام مملکت رو دادید دست انگلیس به بهانه ترقی و تمدن. دیگه چی باقی مونده که اومد ببرید؟ بیشرف من آسپیرین میخوام، من گله گله میخوام، من شکر و نمک میخوام. اینا دارن میمیرن، حس بدارن، تاود دارن. میخوای فتاکر میکنی؟ یه نگاه کن، یه ببین ببین چه میخوای برای انگلیس و ساخانه. این جوان ها خوب میدونن تو این ملک چی میگذره، ولی آتیهشون رو در اطاعت از سفره‌دارای انگلیس میدونن که اگه کر نباشن کور نباشن میتونم بفهمن. تومار مردم یه مملکت داره ظرف چند هفته پیچیده میشه، هیچ رجالی هم نیست که رجاله نباشه و فریادی بزن. بریم تیغستون شمرون عیاش خونه ای بود که انگلیسی ها شبا اونجا جمع می شدن. پدرم کمین کرد تا کار جان استرا رو تموم کنه. فضل الله وبا گرفته، اما دستش از خبر وبای برادرم لرزید. حکیم گفت شاید دیدار به قیامت بیفته، خیلی بابا بابا می کنه. سیم
همون جا مقاده این مرز وارد یتیم خونه بشه. همه این مملکت شده یتیم خونه. اینو علمدار ندارم که اگه داشتن جلو میفتاد که انقدر خوار و ذلیل نشیم که تو گوه که سفر بمیریم، لااقل با عزت میمردیم. هر کدوم از اینا با دو تا حب و چهار تا قاشق شربت زنده میموندن، ولی نداریم. از کی و کجا میشه خرید دواشو؟ به این حد بشایه شده که کاروان دانسترویل برای چند هزار نفر دوا برای پیشگیری و درمان داریم. حتی یکی از اطبا پیشنهاد کرده که در ازای دارو طلا و جواهر بده، ولی قبول نکرد. تو میتونی ازشون بخری؟ آره میتونم، میشناسیم هم دیگر، میخوام ازش. اجازه میدی فردا صبح خبرشون کنیم برای تشییع؟ نه همین نمیشه، زن رو خبر میکنی. یه مندون برای قتل مرده شو یا 10 تومن پول بدید، ندارید هم برید یه جا خودتون چالش کنید. قربان، یکی از دوستان من 20 ساله تو کار فوتوگرافی جریده است، اگه اجازه بدین این شمایل رو نشونش بدین. جنگلی بفهمه من اینجام فرار میکنه، وگرنه فوتوگراف رو میزدم روی دیوار 10,000 تومان هم جایزه میگذاشتم برای دستگیریش. قربان، این دوست من همسرش انگلیسیه، دیپلمات سفارت هنده، از دوستان نزدیک سر مورلینگه. آمیز محمود خان، بزمه بدون سوگولی به نمیان بیشارا نبستن در این خراب شده رو.
اعتراف کنم دوست داشتم پسرم حداقل صدر اعظم به این مملکت بشه، واسه همین فرستادنش همراه کاروان داسویل، واسه اینکه این عشق احمقانه از سرش بیاد. ولی خب اون عاشق نشد، عاشق کلفت یتیمای نوچه های شیخ فضل‌الله نوری. ستوان بیا برس، من و تو هر دو از دست داده داریم. تو چشم، من پسر، تو دنبال اون جنگلی هستی و من دنباله. بیا اصلا خیلی برسی. خب چی میخوری؟ کنیاک یا شامپاین؟ هر دو هدیه امپراتور جورج پنجم. من نگاه کن، سوال مهمی دارم. با این نشان عالی اون وقت پسر احمق من از این میکنم. برنری، هیچ وقت با یک افسر ارتش بریتانیا اینگونه حرف نزن، علی خصوص اگر نجیب زاده باشه. از این مدل سگ‌های کاخ بکینگهام هر کدام چند تا دارن. اون عکس رو شناسایی کن. کسافت! مردم از قحطی جون به لب شده بودند. ساعتها تو صف نونوایی می ایستادن تا یه تیک نون جو ارزن بگیرن. تو یکی از این نونوایی ها غیرت مردم از توهین نظمی چیها به یه پیرزن به جوش میاد و با تظاهرات نظمی رو زیر رو میکنن. تصور ما این بود که وزیر مختار انگلیس این مردک رو تبعید کنه خط اول جنگ. چون اعلی حضرت پادشاه بریتانیا مدال مرحمت نمودند، وساطت بنده رو پذیرفتند. وگرنه الان جنازتون خوراک قحطی زدگان کشورمون شده بود. جناب سعدیا، تصدیق می‌فرمایید که من مثل جناب علی و آقای تقی‌زاده جزو کمیته آهن و کمیته زرگنده بودم؟ بله، بلا شک عضو آتشین و ناطقی زبرده است. و تصدیق می‌فرمایید اگر منور الفکرانی مثل ما نبودند، اون ستوان یک چشم جرأت داشت اینجوری تو تهران جولان بده؟ مگر بنده در رکاب شما تقی‌زاده و دیگر منور الفکران نبودیم که استبداد، ارتجاع و مشروطه مشروعه شیخ فضل‌الله رو کشیدیم بالای دار و دادی پروشش بل کردن تا احدی جرأت نکنه در مراسم تشییع جنازه‌اش شرکت کنه؟ و مگر بچه های کمیته آهن نبودن یک سال بعد اون سید عبدالله بهبهانی مرتجع رو با تیر زدند؟ و مگر من زمینه تبعید و محجور کردن و نابود کردن سید محمد سباطبایی رو با همین دست تیر خوردم؟ با قلمم، با جراید گوناگون و جریده رد حضرت عالی فراهم آوردم.
این مزد اون دستی که با نوشته ها مدرس و با همه قدرتش در به در کرد که حالا این چک به پوش کل پوک اینطوری خفیفم کنه. البته فقط منورالفکران نبودند، خون جگرها خورده شده تا آخوندهایی مثل اسدالله خرقانی و ابراهیم زنجانی اهمیت ترقی و تمدن رو بفهمند و در کنترل مراجع صاحب نفوذ نجف کمک حال باشند تا تناب دار شیخ فضل‌الله بافته بشه. من میخوام کنار ما باشید، منتظر عذرخواهی کتبی شما هستیم. حضرت اشرف، جسارتا آمیز محمود خان قبل از این ملاقات به من گفتن نگرانن مبادا تاریخ قضاوتی درست راجبه جناب سید زیان نداشته باشه. آهای جهود زرنگ، تاریخ رو ما می نویسیم و ما درس می دیم و اگه تو 100 سال دیگه عمر کنی خواهی دید که بر کرسی قضاوت تاریخ همیشه قاضی القضات یک انگلوفیله. فرمایشات شما با حساب و کتابی که کلنل هیگ وقت تشکیل کمیته آهن و زرگنده می کرد یکم با هم فرق داره عالی جناب. میرزا محمود خان اگر حساب کتاب به کار می اومد که الان ریاضیدانان پادشاهان جهان بوده. از روی این سرمشق بنویسی. بشین از روی سرمشق بنویسی. بشین. خیلی بیراه اومدیم. اون کوه برفی رو که رد کنیم جلو انگلیس ها در میه، نرسته به اسادم. مردم روستاها از مرگ و قحطی و بیماری فرار می کردن به سمت شمال ایران که گفته می شد میرزا کوچک خان به 700 هزار نفر غذا و جای خواب داده.
گاهی مسیر کاروان دانسروی و این مردم در حال مرگ یکی می شد و در کنار هم اتراق می کردن. دانسرویل در خاطراتش این اوضاع رو توصیف کرده بود. وایس شما همه ایران دیدین، اروپا رو دیدین، تو مهمترین جرایید دنیا کار کردین. چرا رجال ما نمیتونن سر شما بدن و از این کشور رو؟ Frankly, because you don't deserve it. لیاقت نداریم؟ نه. خیلی تو اینا میذاره فیزن. This is proven political strategy. If people are behind their leader, the world kneels. شماها ترسو هستید. In the last 100 years, your leaders have died alone. Their blood is on your hands. کمی تاریک بخون جوان. Go to your people and see the fear we strike in their hearts. I muster the general. جان شما اینجا؟ بابا اسبا تیفوس تهرانی گرفته و از الله مرد. بچه های یتیم خونه هم انقریبی که مبتلا بشن. از هم چطوره؟ دوا نرسه همه میمیره. مگه دارو نیست؟ دست این هاست. چند هزار تا سرباز روس و انگلیسی یکیشون از مرض نمرده. میخواین من باشون صحبت کنم، شاید بتونم رازشون کنم ازشون دارو بگیرم. وقتی اجنبی اسلحه‌شو گشته رو سینه چیزی به صحبت بهت نمیده. تو فقط به من بگو جای داروهاشون کجاست. بیش از 30 نفر آوردیم قرنطینه. غذاشون رو چی کار کنیم؟ نه حلیمه، نه یا تو قرنطینه. ای کاش خواب باشه همه این داغا و بدبختی ها. خوابه خوابه گدا خوابه، شا خوابه، عبیداربان. چرا با این بچه ها رو دست مادر بمیره ها؟ اینو ببر بالا لباساشو بسوزون بعدم همون میشه. حکی سیاه شده نیدونم از گرسنه یا مریضی. این مرده ببرش بیرون. حکی حکی به داد برس. چرا اینجوری شدی؟ از کجا باگیر کردی؟ بچه که بود پشته بود از اون گرفتم. تو مطبخ که نرفتی؟ بعد مسترم رفت. هیچ کس تو مطبخ نده تا همه رو معاینه کنم، حتی علیمه. بری تو ببینه بچه ها رو ببر تو. یالا در ببر. ش...
شب به خاک بسپرنش کسی متوجه نشه. ببریمش پیش فضل الله، همه خبر دار. تو اینجا چی کار میکنی؟ حلیمه خاتون، چطور از بچه ها تو حیات نصفان حالشون به هم خورده؟ برو. خوب شد حالش، چند روز میره پیش اقوامش برای استراحت. چی شده دخترم؟ الان به هم خورده. بیرون روی که نداشتم؟ نه. جای درد میکنه؟ آره. چی شد؟ آره چی اومدی اینجا؟ این بچه رو ببر خونه، مگه نمیبینی که هم بدبختی دارم؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ حسنت زن میرم درکی حسنت زن بیگمو میفرستم مراقبتون باشه. عزیز آقا درشگر آماده کن. چشم خاتون. چیزیش نیست. چی شد؟ چیزی نیست. حسب وبانه حکیم؟ نه فقط ترسیدم. حق دارن والا، منم ترسیدم. اینجا تاون زده است. بریم. آتیشا تازه است. اول قحطی بود، بعد وبا، تیفوس، الانم که تاون شروع شده. آتیشش زدیم که سرایتش کم بشه. سلام ننه. اینجا کسی زنده نمونده؟ چه یاقی مؤدبی. دنبال سرپناهی. دور بزن پشت ده، هیچ چند نفری هنوز زنده. بریم. ما هممون یه مریضی داریم، اما این نداره. رئیس انبار قلعه مراغه بود. انگلیس ها انبار آتیش زدن به بهانه ای که دست دشمن نیفته. این جون سالمه در بود. اونجایی هم که شما نشستی دیروز آتیش زدم. سالمه سالمه. خیالتون راحت. غذاتونو بخوریم. بسم الله. بس همچین بی غذا هم نیستین. اگه هر شب چند نفر بیان یه قاطرم همراهشون باشه. خب آره، وضعیتمون خوبه. این تنها مسیر امنه. گمرکی داره، حداقلش یه قاطر. یه دست لباس نظامی انگلیسی میخوام. داریم. سوراخه، خونیه. میدم بشورنش. دوتا از پیش قراولاشون دخترمو دیده بودن که یه خرگوش پیدا کرده بود، میخواست ببره واسه شوهر مریضش. انگلیس ها بهش حمله کردن، فرار کرد، دنبالش کردن. نهایتا شوهرش یکیشون کشت، خودشم تلف شد. دخترم اون یکیشو فرستاد به درک. فردا انگلیس ها مجبورن از اینجا رد بشن. کمک کنین گمرکی یه غذا واسه این گرسنه‌ها بگیرن. به هم کمک میکنیم.
Go and see what I want. Yes, sir. می‌پرسم موضوع چیه؟ چی می‌خوای؟ نون یا هر چیزی که این آدم‌ها رو سیر کنه. دوا هنوز تونکاریه. عمو جان اینا مریضن. دوا هنوزم تو گاریه که مونده با آخر کاروانه. بله همونجاست. اصلا منو ندیدی؟ برو. چشم. They want food. We're not a damn charity. We can run over them. No. Give them conserve. But Jami is kind to the people. Violence is for the Cossacks. Sir. این مهربانی ارتش بریتانیا رو برای نوهات تعریف کن. اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد می شدی. همین مردم خفتت می کردن. خفتت مقدم یعنی چی؟ حالا نه مالو شمید. خفتت مقدم یعنی چی؟ حالا نه مالو خفتت مقدم. Keftep bir kadar. Tüm keftep. The misery of these people and the old woman's words, Cheftef mi kadan, reminds me of Buckingham Palace. Yes, indeed, my lord. My thoughts exactly. Proceed, Lord Rothschild. Your Majesty, a man consumes 2,000 calories per day
Now, if someone was to come along and offer a good price for half of his nutrition, the world would consent. Now, in Iran, they harvest the wheat and oats to make their staple food bread. The seeds they use for seeding and some for feeding the livestock. However, for a good food, perhaps we could offer more money. There's nothing left to eat. This operation reminds one of 1841 and the potato famine. It broke Ireland and brought the people to their knees in desperation. Iran is not Ireland. Exactly. But you know, no permission was given to build a railway in Iran due to its proximity to India. Their transport is not trains or cars, but beasts of burden. Now, if we were to buy the grain cheaply in the summer, refuse to sell it, and drive up the price of wheat, they would be forced to eat their livestock in winter. Sir Charles, have we got the power to stop the importation of wheat from India? Yes, it is, my lord. Good. Their supply is already running out, and their herbal medicines will die in the winter. Very soon, the Iranian people will be silent and desperate. When nomads have no cattle, they raid and fight amongst themselves. Exactly. Divide and conquer, without even firing a single bullet. Indeed. No report will be made from this meeting. Lord Rothschild, it is our wish that you should oversee the execution of this mission personally. Your Majesty, with announcement for Lord Balfour's declaration, I am so filled with joyous anticipation that I could walk to Iran. عمو جان چرا گفتی همه دواها رو نیارم اینجا؟ گفتم یه وقت میان تفتیش میکنن اینجا رو به خاطر شما دواهای منم میبرن. بیا این بالا بابا. دستاتونو بشونین، آب جوشیده هم بخورین دیگه. و با ترسی؟ نه. ترسی؟ نه. آفر. تو رفتی اینو سرگرم کنی تا دزدان دلی جان از چشم اون پنهان بمونن. نه. وقتی یادت اومد بگو. نمیدونم. عبدالستار به پدرم در مقابل پول و جواهرات فراوون آذوقه فروخت به طمع اینکه بعداً مصادره کنه. سلام آقا میرزا. اونجا وایسه میبینه. پیغوم دادیم یه ایتیم چه؟ گرون گفتی پولم جور نشد. منزل مزاحم شدم. بیا. این هم همونقدر که توافق کردیم. تیم چه خود تحویل میرم. میشمارم.
پدر خدا بیامرز دیگه انگشتان یاقوت تو شهر پیش زدیم. نمیخوام به روح پدرم، اگه یه من جنس کم بفرستی یه کلکی تو کارت باشه میکشمت. اما راه هم نیزده، بدش به من. چجوری میخوای ببریش؟ با صد تا داشت مشتی تفنگ به دست یه ارتش هم جلو اون بیاد یه دونه گندم تحویلشون نمیدی. سهر دم تیم چه من فراموش نکنی. شاه ایران آماده سفر تفریحی به فرنگ بود و مرتب نخست وزیر عوض میکرد، اما اوضاع هر روز بدتر میشد. معتمدین و متدینین هر شهر شروع کردن کمک به قحطی زده ها. در شیراز که 10,000 نفر از آنفولانزای انگلیسی یا گریپ مردن، شیخ مجتبی محلاتی دست به کار شد. در اصفهان و کاشان حاج آقا نجفی و در تهران از طرف مدرس ثقت الاسلام اصفهانی. خدا قوت زنده باشی، خدم رنج کشی زنده باشی. گفتم که 5 تا جوال برنجی گبه امرو اضافه کنن که دیگه کم نیاری. آقا مصطفی ارزاق میگفت باید 300 خروار گندم و جو پختن تا مردم تهران سیر بشن. مردم که با یکی دوتا ملاقه در پختن که سیر نمیشن آقا، هی میرن تو صف، هی میان دوباره میگیرن. همین آش و همین کاسه است، میبینید که خب عوضش نمیمیرن. حواله رو یواشکی پخش کن. حواله ها رو پخش کردم، فقط باقی ها شما به کارت برس. یعنی چه؟ باشه شخش بده من ببینم، بده من ببینم. راه بنداز، راه بنداز، بیا جلو، بیا جلو ببینم. میرم به اعظم و مریم سر بزنم، بعدش هم مزار فضلالله گلبرگ جلدی میاد. بخصه که درد بخواد تو تلفیش خدا نکده. مادرم بچه همو نبینم. دل نگرونش نباش، پس چشم مراقبشه. میشناسمش، این مادرش. اون آقایان کیه؟ جناب جان اسرا، شما یک اسخای کتبی به من بده کارید. بنویسید اون کیه؟ یه لحظه ببخشید. بیا بزنی بگوشی، برمیگردیم به روز اول. حوصله مینویسه آقا، مینویسه. بنویس. مینویسم. کیه؟ بگو کی دلی جان رو برد؟ خودتو راحت کن. Violence does not suit a lord's status. انشالله آخر کار ما میشه عروس مجلل تو همین باغ. در دنتون بشنم.
Say he got infected by cholera and died and was buried. Yes, my lord. Look, go to that village with your soldiers and show them that you were there, inside and out. Then send your cannonballs over to them. As a late Merry Christmas gift. Yes, sir. بره خونش چیزی گیرمون نمیاد. پیداش هم نمی کنیم. اگر رفیعتیم خونه پیداش نکرد چی؟ به یه فشار توسعه زیاد بنده. با یه وزیر مختار رو بکش وسط. این دیگه ریقش در اومده. پنجا پنجا هرچی که بود. تو عقده واگذاری اموال بابات به خانداده شتو میخوای خالی کنی. دیگه سهم برش شته. خفه. خیلی خوب. پنجا پنجا. بله. اون کجاست دکتر؟ اینجا نیست. شما که همه جا رو گشتین. کجاست؟ Sergeant Gordon, I said bring everyone. They're just kids, sir. Shut up! Bring them all! Yes, sir. Let's go, boys! Go! Go! Run! Come on! Come on! Come on! محمد جواد بنکدار کجاست؟ محمد جواد بنکدار کجاست؟ کجاست؟ بذار اینو برم بهت میگم. کجاست؟ شمرون تو خونهش پیش زن و بچهش. خونهش؟ مگه اینجا نیست؟ اینجا محل کارشه. اینجا نوام خونه است. کلک بزنی. سرژنت گوردن، get everyone on the trucks. We'll all go there together.
بفرم. هر جای ایران انگلیس پا گذاشته باش قحطی و مرض وارد شد. این جریده مثلا جریده‌ای که خانداداش ما همه کاراشه، نوشته باعث قحطی روسیه است. اونا که یه سال از این مملکت رفتن، سیستان، بلوچستان، کرمان، شیراز، اونجا که روس نرفته، اونجا هم قحطیه. البته قحطی و سنزدگی همیشه بوده است، اما اینکه یهو سر تا سری مملکت دچار مرض و گشنگی بشه نوبره. سلام آقا. شرمنده. Never be. همزونی گرفتن جواتیو، برو بریم. حالی به خاطرم اینجوری شده بود. بگو اینجاست ارمان، من بیدرشم. سلام. امانت میبردم، مال بچه یتیمه، خودت که خوب میدونی. نیفته دست انگلیس های کافر. بفهم. اعظم اولین کسی بود که خبر مرگ حسامو دریافت کرد. میشه تو رو بوات. حلیمه، حلیمه. ها آقا، به خاتون بگو بیا جلو دریچه آب انبار متروکه. چشم آقا، چشم. آقا نمیتونه اتو حیات بیا، همین بالا برا توی آب انبار متروکه. برو. خوبی؟ ما همه خوبی. بچه ها؟ بچه هم خوبه. خوبی؟ میرم جنگل یه جوری که خبرش به انگلیس ها برسه. اینجوری دست از سرتون برمیدارم. ارزاقو بردیم یه جای هم داشلی و سدکازه میرسونن دستتون. محکم باش. بس
آرامش کی سهم ما میشه؟ می جنگیم تا زمانی که بچه هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه. آخه من رسیم بر این حواله ها. خب میگه اما بفرمین این انگلیسیه زبونه آدمیزاد سرش میشد یا نه؟ نه خیر. مطمئنی؟ خاطر جمع باشید. اینا بعد ماربوله کایی هم. من حواسم جمعه. اینا بگردون حرف دم بزن. عرض کردم خدمت رسیدی بر این حواله ها. حاجبا انگلیسی ها سوال دارن که از کجا میخواهد یه من برنج، نیم من ماش یا این یکی یه کاسه قرمه گوشت گوسفندی بدیم بهشون. خب به من چه؟ بفرمین حاجبا. آتشا بده. میگن شما پشت این قضیه هستی. میگن مدرس سنی شده رفتش عثمانی. میگن نظمیه شریکی دزد است رفیق قافله. مردم خیلی حرف ها میزنن. شما این مسته رو سرگرم کن. آقا شما که منی میشید طرف آیت الله مدرس بودم و هستم و به زور ایشان بود که این پست رو من دادن. مستظر هستید که دولت انگلیس الان نزدیک 3 سال 25 درصد پول نفت حق ایران که طبق قرارداد دارسی باید به دولت ایران بدهد رو نداده بابت خسارت 8 به لوله های نفت. سود بازرگانی درصد گمرکی هم که قرار بدهن نمیدهن. صدر اعظم میگه در حدود 10 میلیون دلار و 2 میلیون لیره بدهکاران نمیدن، زور دارن. رجال سیاسی هم بی ارزن، سر در آخور دولت عجمی ان، جرأت اعتراض ندارن. آقا اگه از این پول حتی یک چکش می‌ریزید خیلی از مردم زنده میموندن. قاطر 15 تومن شده 300 تومن، گندم خرباری 15 تومن شده 300 تومن. خب افسرها و سربازا که یک سال مواجهه نگرفتن گرسنه فدای شما بشم. حالا از من توقع چی داری؟ تو بیا بگو. سرجان ببخشید اینو بگیر. حاج آقا خدا شما رو حفظ کنه. منظور اینه اگه حواله ای هم هست از برنج، نون، گندم، هر چی بچهای نظمیه فراموش نشن. شرط داره. چه شرطی؟ شرطش این است که فردا جمعیت هر جا رفتن نظمیه مراقب باشه. روششم. نه کسی رو بگیری، نه کسی رو بزن. انگلیسی ها رو بترسون. بگو اگه واردی محله بشن شهر شلوغ میشه و شورش میکنن. سفارت میگیرند و چی میدونم از این دروغ و دلنگا که بلدی به ما میگی که ما رو به ترسونی حرف نزنیم. این دفعه اینا رو به اونا بگو. بله چش. بردام چند تا گاری بفرسین سهمی نظمیه رو میگم بار بزنیم. چش حاجه آقا. بله من یک کمی باید یک گرد و خاک کنم، اجازه میدی؟ بفرم. آقا این چه وضعیه؟ من از شما شکایت میکنم. من اینو به مقامات بالا گزارش میکنم. تمام اینا مسئولش خودتی حاج آقا. من از این بعد میرم تو زندونا چیکار کنم؟ خونه دوشلی رو منور کردی کاکو؟ دست شما درد نکنه. رمزون چرا این عبدالستار فکر میکنه تو خنگی؟ خنگ نیستم. به قصد کشت کتکش زدیم. یک کلم نگفت جای انبارش کجاست. گفتیم میریم از رمزون میپرسیم. گفت رمزون خنگه. خنگ نیستم. همه شو بلدم. خیلی خوب. بلند شو بینم بلدی بینم. بلدم خنگ نیستم. بلیم. بلند شو. بلیم. بلیم خنگ نیستم. بلدم. پوستان قرمزه هست تا کیسه عدس ها باری یکی از همون به غارت بردن و پنجره پشتی باید ببریم یتیم خونه. پس تا مردم نرسیدن هر چی میتونیم ببریم بیرون. یا علی انبار شاهی پر قوت و غذاست. چند تا از این انبارا تو محله سنگلج درش باز شده. به جامعی خودتون رو برسونی. حواله ها رو بدین، حقتون رو بگیرین. به جامعی. تقریبا حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدند، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودند، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده. حتی در کتابای درسی از اول ابتدایی تا دانشگاه در حد یک صفحه هم اشاره نشده.
سهم نظمی را از پنجره پشت بیرون دنبال من بیرون بریم. باید میکشتین همشونو. الان هم قبل از رسیدن جنرال دانسترویل و سر روتشیلد همه چیزو پس بگیرید، ببرید انبار، هر چی لازم بود بکش. شنیدم گفتی انبارها متعلق به شب بوده؟ No sir, he didn't say that. Shut up, sergeant. قربان، انبارها متعلق به یکی از دوستان بریتانیایی کبیر و سر شارلز. بریتانیا نه دوستی داره نه دشمنی، مرفکت منافع داریم. سر پرسی کاکس، وزیر مختار جدید، و من شنیدیم که گفتی انبارها شاهی بوده. بله قربان، انبارها متعلق به شاهی. مواظب بشی با یه دولت بریتانیا را به این ماجرا نکشونید. خودتون میتونید، مردمتون، شاختون. چشم قربان، با اجازتون. If we arrest this Jangali, it will do you great credit with Lord Rothschild and General Dunsterville. What greater gift could you present on their arrival? If we capture this fugitive, every Jangali in Tehran will be under your power. Please, sirs, this is my best chance. Sir Charles? جان سرا شکست خورده بود، اما رفت و سفیر را قانع کرد که پدرم در تیمچه است و اجازه کشتار واسه دستگیریشو گرفت. Burn this place. Yes sir. You heard him boys. Burn it. He's not here. Burn it. Come on. Get it on. Burn it all down. Let's go. Come on. روباک لردای این لونه کی از کشتن سیر میشن؟ یک کرور، ده کرور، ده سال، 200 سال، کی؟ تا سقوط رضاخان در بدر شهرها و روستاها بود و پنهونی زندگی می کرد. وقتی برگشت روزنامه ها با شلوغ بازی قصه کشتن مخالفای رضاخان با آمپول هوا توسط پزشک احمدی و سرپاس مختاری و نقل می کردن. پدرم می گفت این شلوغ بازی ها دردی و دوا نمی کنه. اون چه که من گفتم
یا خودم دیدم، یا از پدر و مادرم و یادداشت ها و خاطرات افسرای انگلیسی که به دست پدرم افتاده بود یا بعدها چاپ شده نقل کردم. اون روزا رو خدا نصیبتون نکنه. ای کاش پدرم بود این روزها رو. در خاک سینه پاکت، ای می